با این حال اینک که کشورهای مستقل جهان در مسیر همکاری و همگرایی بیشتر قدم برمیدارند شاهد تلاش برخی قدرتها برای شعلور کردن آتش درگیری در مناطق مختلف جهان هستیم آنها با داشتن ذهنیت جنگ سرد به دنبال بلوکبندی مجدد جهان هستند این حرکت ارتجایی و به ضرر امنیت و رفاه ملت هاست به دهه جمهوری اسلامی ایران قاطعانه بر این باور است که نباید اجازه داد شرق و غرب جدیدی شکل بگیرد نام کردن کریدورهای تجاری تنزل درجه کشورها از متحد به وابسته ممانعت از رشد اقتصادی کشورهای مستقل و ایجاد جنگهای نیابتی در آسیا و اروپا بخشی از همین زنجیره شوم است. تحولات و را تنز ماجرا آن است که این اقدامات را به اسم دفاع از دموکراسی مطرح می کنند. اما همه جهان از جمله ملت‌های ما در غرب آسیا معنای واقعی دموکراسی غربی را لمس کردند و میدانند که صرفا اسم رمزی است برای کودتا اشغالگری جنگ برنامه بلند مدت دارد امریکا باید با اعتمادسازی اثبات کند که دارای حسنیت است و اراده واقعی برای عمل به تعهدات خود و نهایی کردن مسیر دارد اروپایی ها نیز که در پی سالها عدم پایبندی به تعهدات خود از جمله در لغو تحریم ها اکنون برجام و قدنامه 22 شورای امنیت سازمان ملل را رغز می کنن باید درک کنند که با سرعت گرفتن در مسیر پرهزینه تقابل بازنده خواهند شد سلاح هستی هیچ جایگاهی در دکترین دفاعی جمهوری اسلامی ایران ندارد